بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، محصلين عزيز وغرامي، محصلات غران قدر، امیدوار هستم که در صحت و عافیت کامل باشین و انشاءالله که در کارهای روزمره و امور زندگی موفق و کامگار باشید. با یکی دیگر از سلسله درس های تقنین و شریعت در خدمت شما هستیم. درس هفتم، بخش اول آن، مراحل قانونگذاری در افغانستان. اموطور که مستحضر هستین، مراحل قانونگذاری در افغانستان را این موضوع تقریبا از بخش دوم درس ششم آغاز شده بود که به دو مطلب آن در درس گذشته پرداختیم. عناوین تسوید و تدقیق را که از جمله اولین مراحل قانونگذاری در افغانستان به حساب میان خدمت شما در درس ششم، البته بخش دوم آن، ارائه شد و اوجا عرض کردیم که مراحل قانونگذاری در افغانستان از تسوید آغاز میشه، طوری که ادارات مربوطه، وزارتخانه های مربوطه، ریاست های مربوطه وقتی میخوان که یک قانون را در حقیقت پاس بکنن، لازم هست که ابتدا خودشان مسوده قانون را و خاکه قانون را نوشته کنن، به خاطر که در عربی یک ضرب المثل داریم، میگن که صاحب البیت ادرى بما فیها، صاحب خانه بهتر میدانه از آنچه که در خانه هست، از آنچه که در خانه میگذره. بنابراین هر اداره و یا هر وزارتخانه دغدغه های خودشان را، مشکلات خودشان را بهتر درک میکنن و برشان قابل فهم است. از این جهت ابتدایی ترین مرحله از مراحل قانونگذاری در افغانستان تسوید هست و در ادارات مربوطه بخش های خاصشان شروع به خاکه نوشتن آن میکنن. سپس همونطور که در درس گذشته تشریح آن را خدمت شما عرض کردیم، برای تدقیق به وزارت عدلیه سپرده میشه که مرجع قانونمندسازی در افغانستان هست و بعد از او در ادامه مراحل قانونگذاری در کشور عزیزم افغانستان مرحله تایید هست، مرحله تصویب هست، مرحله توشیح هست، مرحله نشر و انفاذ می باشه که انشاءالله تعالی یعنی ای چهار مرحله را اگر قسمت و نصیب پروردگار بود انشاءالله که خدمت شما ارائه خواهیم کرد. و آغاز میکنیم به نام پروردگار یکتا. موضوع ما مراحل قانونگذاری در افغانستان، البته بخش دومی موضوع هست، بخش اول آن بخش تسوید و تدقیق بود، ارائه شد. در این درس مراحل بعدی قانونگذاری که عبارت از تایید، تصویب، توشیح، نشر و انفاذ می باشه خواهیم پرداخت. مطلب سوم، البته از سلسله مراحلی که قانونگذاری افغانستان طی میکنه، مرحله سوم آن تایید می باشد. مرحله تایید در آن اسناد تقنینی مورد نظر است که صلاحیت تصویب آن را شورای ملی به دوش دارد. اما اسناد تقنینی که به تصویب شورای ملی ضرورت نداشته باشد و صلاحیت تصویب آن باشه شورای وزیران بوده باشد، مرحله تایید در طی مراحل آن وجود ندارد و شورای وزیران سند را تصویب میکند که بعد از آن مستقیما به توشیح رئیس جمهور تقدیم میگردد. اگر خاطر شما باشه محصلان عزیز و محصلات گرامی،
در درس گذشته ما روی یک نکته صحبت کردیم که قانونگذاری در افغانستان دو شکل و شیوه داره. برخی قانون ها هست که به شورای ملی میره و تصویب آن به وحده شورای ملی هست. برخی قوانین هست که او با تصویب شورای وزیران تعقیب میشه و میره. از این خاطر در مرحله سوم مراحل قانونگذاری در افغانستان اگر اسناد قانونی از جمله اسنادی باشه که به تصویب شورای ملی نیاز داشته باشه یا تصویب آن را شورای ملی به عهده داشته باشه، طبعا مرحله تایید را سپری میکنه. ورنه اگر تصویب آن صلاحیت شورای وزیران باشه، شورای وزیران بعد از تصویب آن و تایید آن مستقیما اسناد تقنینی را به توشیح رئیس جمهور میبرن و نیازی به شورای وزیران نمی باشن. حکومت تطبیق کننده عملی اسناد تقنینی می باشد. بنابراین توافق حکومت بر تقدیم طرح قانون جهت عرض به شورای ملی برای تصویب ضروری می باشد. ولی با در نظر داشت این اهمیت، در صورتی که شورای ملی احساس کند که حکومت نمی خواهد بخش مشخصی را تحت تنظیم قانون در بیاورد، می تواند بیرون از رضایت حکومت طرح قانون را به شورای ملی پیشنهاد کند که به نام طرح اعضا یاد می‌گردد. در صورتی است که برخی قوانین را حکومت نخواسته باشه شورای ملی را در آن دخالت بتن. در این صورت اگر شورای ملی که عبارت از ولسی جرگه و مشران جرگه می باشد، اینا می تانن دخالت بکنن و او قوانین را بطلبند و روی آن کار بکنن، که در این صورت باز این طرح اعضا یاد می‌گردد که شورای ملی قوانین را از حکومت طلب بکنه برای تایید و تصویب. توافق با طی مراحل طرح نهایی. اول، طرح نهایی اسناد تقنینی در مرحله اول از طرف کمیته قوانین شورای وزیران مورد ارزیابی و بحث تکنیکی نهایی قرار می گیرد و در صورتی که مورد تایید کمیته قوانین شورای وزیران قرار گیرد، از طریق اداره امور به شورای وزیران ارائه می گردد. در اینجا برای ما امو طی مراحل اسناد تقنینی در مرحله تایید بیان می شن که اول خدمت شما ارائه شد، مورد اول. و مورد دوم، قانون، میثاق‌ها و معاهدات بین المللی که مطابق احکام قانونی اساسی ایجاب تصویب یا تصدیق از شورای ملی را می نماید، از طریق دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به آن شورا تقدیم می گردد. سوم، مقرره و اساسنامه که به اساس احکام قانون اساسی کشور به تصویب شورای ملی ضرورت ندارد، بعد از تصویب شورای وزیران به منظوری و توشیح رئیس جمهور تقدیم می گردد. چهارم، فرمان تقنینی هم در حدودی که قانون اساسی کشور تحدید نموده، بعد از تصویب شورای وزیران به توشیح رئیس جمهور تقدیم می گردد. اعاده طرح نهایی سند تقنینی یا تعدیل دران. در اینجا روی این نقطه بحث میشه که اگر یک طرح نهایی دوباره مورد تجدید نظر قرار بگیره یا یک سند تقنینی بعد از طرح نهایی قرار باشه، در حال تعدیل ایجاد شود، چگونه ای تعدیل در آن ایجاد میشه؟ از خاطر میفرماید که اول، کمیته قوانین شورای وزیران و شورای ملی هنگامی که طرح نهایی سند تقنینی را مورد غور و ارزیابی قرار میدهند، در صورتی که تغییرات اساسی را در شکل یا محتوای طرح سند تقنینی لازم دانند، طرح مذکور را جهت تدقیق مجدد به وزارت عدلیه ارسال می نماید. اگر بفهمند که نیاز هست کدام اصلاحاتی بیاید در قانون، او را دوباره به وزارت عدلیه ارسال می کنند اسناد تقنینی را. دوم، انستیتوت امور قانونگذاری طرح نهایی این سند تقنینی را با در نظر داشت ملاحظات و تصامیم کمیته قوانین شورای وزیران
و یا شورای ملی مورد تدقیق قرار می دهد. سوم، هرگاه کمیته قوانین شورای وزیران و یا شورای ملی اصلاحات جزئی را در محتوای طرح نهایی سند تقنینی وارد و آن را تایید و یا تصویب نمایند، اصلاحات وارده از طرف انستیتوت در آن درج می گردد. چهارم، شورای وزیران حین تایید یا تصویب مسوده سند تقنینی موارد آتی را رعایت می کند. لازم است که این موارد را شورای وزیران در هنگام تصویب و یا تایید رعایت کنند. یک، بررسی مطابقت سند تقنینی با خطوط اساسی سیاست کشور، حصول اطمینان از مطابقت سند تقنینی با سایر اسناد تقنینی نافذه، بررسی مؤثریت و کاربردی سند تقنینی. شورای وزیران وقتی که مسوده سند تقنینی را قرار هست تایید بکنن و یا تصویب بکنن، باید یعنی این اصول را در نظر بگیرن که سند تقنینی با خطوط اساسی سیاست کشور در تضاد نباشه، اطمینان از مطابقت سند تقنینی با سایر اسناد نافذه مانند قانون اساسی، مانند معاهدات و میثاق‌های بین المللی، و همچنین بررسی مؤثریت و کاربرد سند تقنینی. سند تقنینی چقدر مؤثر هست و چقدر کاربرد داره، یک موتور یک شی هوایی جور میشه. لذا این مسئولیت شورای وزیران هست که در مرحله تایید و یا تصویب با آن دقت داشته باشه. مطلب چهارم تصویب است. بعد از اینکه از مرحله تصویب، از مرحله تایید، تدقیق و مرحله تایید که سومین مرحله است تیر شدیم و این مراحل را یک سند تقنینی گذراند، به مرحله تصویب می رسیم که در مطلب چهارم آمده است. بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان، فرمان تقنینی مقرره و اساسنامه در شورای وزیران به تصویب می رسد. متقاضی تصویب از شورای ملی نمی باشد، اما مسوده قانون تعدیل زمیمه ایزاد حذف و تعلیق در آن و یا هم تصویب فرمان تقنینی بعد از صدور آن و آغاز شورای ملی با کارخش به تصویب شورای ملی ضرورت دارد و به اساس ماده 88 قانونی 81 قانونی اساسی، شورای ملی عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده مردم افغانستان می باشد. بند یک ماده 90 قانونی اساسی در این باره می افزاید: تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از جمله صلاحیت های شورای ملی می باشد. تصویب طرح قانون در شورای ملی دو مرحله دارد: طرح قانونی حکومت و طرح قوه قضاییه که از طرف حکومت پیشنهاد می گردد، در ابتدا در ولسی جرگه به غرض تصویب مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، و در مرحله دوم در تصویب مشران و جرگه به منظور تصویب تحت بحث قرار می گیرد. اما طرح اعضا یکی از مجلسین شورای ملی، اگر آن را اعضای مشران و جرگه تهیه و پیشنهاد نموده باشد، در ابتدا در مشران و جرگه مورد بحث قرار می گیرد و سپس به ولسی جرگه ارسال می گردد و سند بودجه نیز در ابتدا به بحث مشران و جرگه تقدیم می گردد و همراه با رأی استشاری آنها به ولسی جرگه جهت تصویب تقدیم می گردد. و اگر در مورد تصویب سند تقنینی مشخص ولسی جرگه و مشران و جرگه اختلاف نظر وجود داشته باشد، طوری که یک مجلس آن را تصویب نماید و مجلس دیگر آن را رد نماید، در این صورت هیئت مختلط به صورت مساوی از هر دو مجلس در مورد بحث می کند و تلاش می نمایند که با هم به توافق برسند. اما اگر این توافق صورت نگیرد، قانون اساسی افغانستان به خاطر بیرون رفت از این بنبست تشریعی و به خاطر بیان نمودن نقش فیصله کنی ولسی جرگه در امور تشریعی، با ولسی جرگه صلاحیت داده که می تواند آن را به دو ثلث آرای کل اعضا به تصویب برساند، که در این صورت دوباره با مشران جرگه تقدیم نمی گردد و مستقیما به توشیح رئیس جمهور تقدیم می گردد. این مرحله تصویب بود که بعد از اینکه از نظر شورای وزیران و یا شورای ملی اسناد می گذر، اسناد تقنینی،
در صورتی که یکی از دو مجلس شورای ملی در مورد آن اختلاف داشته باشند، اسناد با مجموعه از نمایندگان دو مجلس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در نهایت تصویب می شود. مرحله پنجم مرحله توشیح است. بعد از اینکه ما از مراحل چون تصویب و تایید و تصویب و تدقیق و تایید و همچنان تصویب که چهارمین مرحله قانونگذاری هست گذشتیم، به مرحله توشیح می رسیم. مرحله توشیح یعنی چی؟ رئیس دولت که در رأس هر سه قوا، هر سه قوا، قوای اجرائیه، قوای قضاییه و قوای مقننه قرار دارد، انفاذ همه اسناد قانونی را توشیح می دارد. اسناد قانونی را تنفیذش رئیس دولت با عهده دارد که آن را توشیح بکنه. قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی به اداره امور وظیفه می سپارد تا مصوبات شورای ملی را در خلال دو روز کاری از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی غرض توشیح به رئیس جمهور ارسال نماید. رئیس جمهور اسناد تقنینی آتی را توشیح می کند. صلاحیت رئیس جمهور ای است که این اسنادی که ایجا ذکر میشه ای اسناد را توشیح و اجرا بکنه. اول، در صورتی که سند تقنینی توسط هر دو مجلس شورای ملی به تصویب رسیده باشد، یک، مرحله تصویب را یعنی یک سند تقنینی گذرانده باشد. دو، در صورتی که موارد اختلافی هر دو مجلس توسط هیئت مختلط رفع و اتفاق صورت گرفته باشد. و سوم، در صورتی که بعد از به نتیجه رسیدن هیئت مختلط ولسی جرگه مصوبه قبلی خود را به دو ثلثی آرای کل اعضا دوباره تصویب نموده باشند. در این سه موارد رئیس جمهور می تواند که اسناد تقنینی را توشیح کند. و مورد چهارم، بودجه ملی در صورتی که از طرف ولسی جرگه تصویب شده باشد. مورد پنجم، اسناد تصویب شده حکومت، فرمان تقنینی، مقرره و اساسنامه ایم کار رئیس جمهور است که می تواند این اسناد را توشیح بکنه. و ششم، معاهدات و میثاق‌های بین المللی. رئیس جمهور اسناد تقنینی را که از طرف شورای ملی غرض توشیح به رئیس جمهور ارسال می گردد خلال 15 روز توشیح می کند. یعنی بعد از اینکه اسناد تقنینی مرحله تصویب را گذراند برای رئیس جمهور ارسال میشه اسناد تقنینی. رئیس جمهور در حول هاوش 15 روز فرصت داره که آنها را به توشیح برسن. هرگاه رئیس جمهور آن را در خلال 15 روز از تقدیم تاریخ توشیح نکند، مصوبه شورای ملی توشیح شده به شمار میرود. هرگاه رئیس جمهور با مصوبه شورای ملی توافق نداشته باشد، می تواند آن را در ظرف 15 روز با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد نماید. هرگاه ولسی جرگه مجددا آن را با دو ثلثی آرای کلی اعضا تصویب نماید، قانون توشیح شده به شمار می رود. این ملاحظاتی درباره چگونگی توشیح رئیس جمهور که اسناد تقنینی را بعد از مرحله تصویب به توشیح می رساند. مطلب ششم، نشر و انفاذ. بعد از اینکه رئیس جمهور اسناد تقنینی را توشیح کرد، باز مرحله نشر و انفاذ آغاز می شود. نشر قانون آخرین مرحله اسناد تقنینی می باشد که بعد از آن به قانون نافذ، به قانون نافذ مبدل می گردد. منطق لزوم انتشار قانون واضح است، زیرا قانون جهت توجیه سلوک و روش افراد جامعه وضع می گردد و آنها وقتی می توانند قانون را در سلوک و روش خیش رعایت کنند که از آن آگاهی یافته باشند. انتشار قانون در جریده رسمی وسیله آگاهی مردم می باشد و نشر قانون
در جریده رسمی برای الزامی شدن آن کافی است، زیرا دولت تا همین اندازه توانمندی دارد که قانون را به شکلی نشر کند تا مردم بتوانند از آن اطلاع یافته و مکلفیت های قانونی خیش را درک نمایند. بعد از اینکه قانون حیثیت وجودی خود را تکمیل کرد، مرحله نشر و انفاذ آن مرحله مهم و حیاتی است، زیرا قانون اگر به نشر و انفاذ نرسه او نمیتواند که در جامعه مؤثر باشه، و وقتی که از قانون مردم اطلاع و آگاهی نداشته باشند، در نتیجه که یکی از اهداف و مقاصد قانون نظم و انضباط و دیسپلین ایجاد کردن در جامعه هست، این مقصد مهم و اساسی قانون فوت میشه و از دست میره. دولت با نشر قانون در جامعه افراد را تشجیع و تشویق میکند، اما نمیتواند برای همه مردم و در مورد هر قانون تعلیمگاه ها را دایر نماید، بلکه مردم خودشان باید تلاش کنند از قانون آگاهی پیدا کنند. بنابراین نشر قانون در جریده رسمی نشانه آگاهی و اطلاع مردم از قانون تصویب شده دانسته می شود. ببینید که هر قانون را وقت دولت صادر میکنه و تصویب میکنه، اما برای آگاهی مردم تعلیمگاه هایی را، آموزشگاه هایی را ایجاد بکنه، ای از توان حکومت خارج است. حکومت با نشر قانون در جریده رسمی در حقیقت اینمی مسئولیت خود را ادا کرده، حال مسئولیت مردم هست که خود را از طریق جراید رسمی در مورد قوانین آگاه بسازن و خود را مطلع بسازن. در کشور ما به تاریخ 1342 مای 12 آن به تاریخ 19 مطابق احکام قانون جریده تأسیس و بنشر آغاز نمود و از آن به بعد اسناد تقنی در همین جریده به صورت دوامدار بنشر رسیده است. در سال 1342 در زمان حاکمیت محمد ظاهر شاه خان احکام قانون جریده تأسیس شد که باید قوانین توسط جریده رسمی کشور صادر شود تا مردم از آن اطلاع و آگاهی پیدا کنند، که این آخرین مرحله تی مراحل قانونگذاری در کشور ما و شما می باشه، و در این مرحله لازم است که همه خود را از تصویب قوانین و نشر آن مطلع بسازند. این درس هفتم بخش اول آن بود که در حقیقت مراحل قانونگذاری را در افغانستان خدمت شما عرض کردیم. در مجموع ما 6 مرحله داریم برای درست کردن یک قانون، برای تصویب یک قانون، که از تصویب شروع میشه، بعد از تصویب تدقیق است، بعد از تدقیق تایید است، بعد از تایید تصویب هست، بعد از تصویب توشیح است، بعد از توشیح نشر و انفاذ است که مردم از یک قانون به صورت کامل مطلع و با خبر میشوند که نه افغانستان کدام، مثلا وزارت معارف، وزارت تحصیلات، یا مثلا وزارت مخابرات، یا وزارت مثلا خارجه برای ما یک قانون نو را صادر کرد، و از اینکه مردم از این موضوعات اطلاع پیدا میکنن، از این موضوع خود را آگاه میسازن، این یک مسئولیت فردی و اجتماعی هست تا اینکه قانون به صورت خوب تطبیق شود در جامعه و نظم و انضباط و دیسپلین بر جامعه حاکم شود. لذا مسئولیت ما هست که خود را با نشر قانون و با قوانین کشور آگاه بسازیم و مراحل قانون گذاری را بدانیم، به منحیث کسایی که تخصص ما فقه و قانون هست، که یک قانون از کجا آغاز میشه و تا کجا و تا کدام مراحل
باید او مراحل را تعقیب بکنه که حیثیت یک قانون را به خود بگیره. ای درس هفتم شما بخش اول آن بود، انشاءالله تعالی که بخش دوم درس هفتم نیز بر شما تقدیم خواهد شد. انشاءالله که موفق و معید باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.